سرخط خبرها. حمله های گروهی طالبان در پکتیا و غزنی، بیش از 40 تن در گردیز کشته شدند به شمول فرمانده پلیس. یک تن از سربازای پلیس گردیز در این حادثه شهید شد و 48 نفر در این حادثه زخمی است. پایان بی‌نتیجه نشست چهارجانبه صلح افغانستان در عمان. برگزاری نشست بعدی وابسته به عملکرد پاکستان به تعهداتش. تصمیم اتخاذ شد صرف در صورت نشست های بعدی گروه هماهنگی چهارجانبه برگزار شود که کشورها عمدتاً پاکستان کار خود خانگی خود انجام بده. صلح و دموکراسی کلیدی ترین اهداف اتحادیه اروپا. راهبرد تازه این اتحادیه برای افغانستان تصویب شد. سلام و شبتان بخیر. به مجموعه خبری ساعت 10 از 1 با من نصرت منصور خوش آمدید. در حمله گروهی طالبان بر فرماندهی پلیس پکتیا، بیش از 40 تن به شمول فرمانده پلیس این ولایت کشته و نزدیک به 160 تن دیگر زخمی شدند. طالبان نخست یک موتر پر از مواد انفجاری را در برابر درب این فرماندهی منفجر کرده و سپس 5 مهاجم دیگر داخل فرماندهی پلیس شدند. درگیری پس از دست کم 5 ساعت با کشته شدن تمام مهاجمان پایان یافت. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. محمد غازی رسولی گزارش می‌دهد. آغازین ساعت‌های حمله است. نظامیان بیشتری برای مهار رویداد و از پا درآوردن مهاجمان به محل سرازیر می‌شوند. در نخست دو موتر پر از مواد انفجاری در برابر درب فرماندهی پلیس منفجر می‌شوند. بعد از انفجار نسبتاً قوی، 5 حمله کننده که واسکت های انتحاری نیز داشتند بر فرماندهی پلیس و محل استقرار نیروهای واحد امن و نظم‌نامه حمله ور می شوند. تصویرهایی که حکایت از یک رویارویی تلخ دارد. سربازانی که در درگیری با مهاجمان جان باختند و خسارات مالی هنگفت که وارد شده است. 21 تن از سربازای پلیس گردیز در این حادثه شهید شده و 48 نفر در این حادثه زخمی است. این راپور دقیقی است که جمله 69 نفر در بر میگیرند. اما ملکی‌ها که شهید شده، 20 نفر از مردم گردیز شهید شده و 110 تن از مردم گردیز زخمی است. در این میان آنچه گفته می شود بیشتر قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند که برای گرفتن گذرنامه و شناسنامه به فرماندهی پلیس این ولایت مراجعه کرده بودند. به حدی بالای از فشار خواهد آوردیم که اینا در پروسه صلح مجبور شوند و آماده شوند تا که پروسه صلح حامیای خارجی از اینا آماده بگیرد. اما ما برای شما باز هم بارها گفتیم در صحبت های مکی، اینا توان ایران ندارند که تصمیم بگیرند در یک نشست بین الافغانی یا خودشان و رهبرای از نشست کنند. در هر جایی که برای از پیشنهاد شده، اینا نتانسته که تصمیم بگیرند. در این رویداد جدا از توریالای عبدیانی فرمانده پلیس پکتیا، شماری از نیروهای پلیس نیز کشته و زخمی شدند. رویدادی که طالبان مسئولیتان را به دوش گرفتند. نشست چهارجانبه که در عمان جریان داره، وزارت خارجه شما و وزارت خارجه کشور پاکستان و همچنان کشور چینا و ایالات متحده آمریکا در این نشست بحث سر رای حلی پروسه صلح هنوز هم جریان داره و تلاش داره پیش از اینکه این پروسه تحقق پیدا بکنه. اما متاسفانه که اینا همی برخورده های نادرست از اینا، فشار از اینا که تا بیتونه یک دستاوردی را داشته باشه این ادامه داره. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه این رویداد را محکوم کرده و تاکید دارد این گونه رویدادها نشان دهنده شکست طالبان در میدان های نبرد است، به ویژه سال روان که طالبان و دیگر گروه های حراس افغان تلفات سنگین دیدند. توریالای عبدیانی از افسران آموزش دیده وزارت داخله بود. این نظامی ارشد وزارت داخله پیش از این در ولایت های فراه، اروزگان و فاریاب نیز سمت فرماندهی پلیس را در کارنامه داشت و در ماه حوت سال پار به پکتیا فرستاده شد. عبدیانی در بخش نظامی از داخل کشور مدرک لسانس داشت و دوبار هم برای فراگیری بیشتر آموزش های نظامی به ایالات متحده آمریکا و همچنان روسیه سفر کرده بود.
پکتیا در شرق کشور در ماه‌های اخیر از ولایت‌های نسبتاً امن به شمار می‌رفت، اما پس از حمله ارگون که چند سال پیش انجام شد، این دومین حمله خونین در این ولایت است که صورت می‌گیرد. از سوی هم نیمه شب گذشته طالبان به گونه گروهی بر ساختمان‌های اولسوالی و فرماندهی پلیس ولایت غزنی حمله کردند. والی غزنی میگوید در پی این حمله دست کم 15 پلیس جان باخته و 24 پلیس دیگر به شمول فرمانده پلیس اولسوالی اندر زخمی شدند. نوید فیصل این گزارش را از غزنی فرستاده است. خسارات یک حمله مهیب. هیچ چیزش به ساختمان فرماندهی پلیس نمیماند. اما در همین ساختمان هم فرماندهی پلیس و هم دفتر ولسوال ولسوالی اندر بوده است. نیمه شب گذشته نخست گروه طالبان یک موتر هاموی را در محوطه این ساختمان انفجار میدهند و سپس از چندین سو بر این ساختمان هجوم میآورند. از هاموی که پر از مواد انفجاری بوده آثار نمانده است، اما این هاموی ها در پای همین انفجار به این وضعیت رسیدند. اما در ولایت غزنی حادثه که رخ داده 25 نفر شهید است، 10 نفر زخمی است و 5 نفر هم از ملکی ها شهید هستند در ولایت غزنی. در میان زخمی های این رویداد فرمانده پلیس ولسوالی اندر ولایت غزنی و 5 غیر نظامی نیز شاملند. د دښمن تلفات په کافی اندازه ډیر دي، څومره چې موږ اطلاعات لرو څو موټر دوی خپل مړي انتقال کړي ګیرو قرباغ او بند دې منطقو ته ولې کره شمېرې په دې نه ده معلومه چې څو ورځې کېږي چې تاسې هم خبر یاست په غزني کې دوی خپلو دوستانو سره یا خپلو همکارانو سره تلیفون نه پرېږدي. زموږ هغه همکاران چې د دوی په منځ کې دي هغوی چون تلیفوني اړیکه نشته دوی کره معلومات موږ ته نشي راکولی. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. وزارت داخله این عملات را ناشی از ضعف طالبان می‌داند که در 6 ماه گذشته تلفات سنگین دیدند. اتحادیه اروپا راهبرد جدید خود را برای افغانستان تصویب کرد. تقویت روند گفتگوهای صلح، تأمین ثبات در منطقه، بهبود دموکراسی، رشد اقتصادی و رسیدگی به چالش پناهجویی از اولویت‌های راهبرد جدید این اتحادیه برای افغانستان است. حکومت افغانستان هم از اعلام این راهبرد استقبال می‌کند. نرگس رخش گزارش می‌دهد. دقیقاً 2 ماه و 7 روز از اعلام این راهبرد می‌گذرد. راهبردی که یخ انتظار جهان به ویژه افغانستان را شکست. Nowhere is this more evident than with the war in Afghanistan. راهبرد آمریکا برای افغانستان و منطقه. حالا اما خبر از دومین راهبرد برای افغانستان است. این راهبرد اما از سوی اتحادیه اروپا اعلام شد. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا راهبرد جدید این اتحادیه را تصویب کردند. اتحادیه اروپا همکار فعال در این زمینه است. مردم افغانستان مستحق صلح و رفاه هستند. اتحادیه اروپایی در کنار مردم افغانستان ایستاده و به ایستادگی خود ادامه خواهد داد. پیشرفت و ثبات در افغانستان تنها به سود مردم آن کشور نبوده، بل مزایایی برای جهان و منطقه نیز دارد. این راهبرد روی تقویت روند گفتگوهای صلح افغانستان، تأمین امنیت در منطقه، تقویت دموکراسی، بهبود وضعیت حقوق بشری، بهبود حکومتداری، رشد و تقویت زنان، حمایت از رشد اقتصادی و مهار بحران پناهجویی تمرکز جدی خواهد داشت. ظاهرا تفاوت جدی میان راهبرد آمریکا و اتحادیه اروپا در اینجاست. آمریکا به سربازانش صلاحیت عام و تام برای نابودی هراس افغانان داده است و تاکید کرده که از راه جنگ به سوی پیروزی گام بردارند، اما اتحادیه اروپا راه صلح را بر جنگ ترجیح می‌دهد. و نمی‌خواهند که موافق به استراتژی ترامپ عمل کنند. استراتژی اروپایی تقریبا به طرف صلح میره، اما استراتژی ترامپ استراتژی جنگی هست. در اینجا منافع تمام کشور مهم است که او را در نظر بگیرند. اما ما برای سیاست مدار افغانستان یا مراجع دیپلماتیک افغانستان، دیپلماسی افغانستان، اینا باید طبق منافع مردم افغانستان موضع بگیرند.
پس از آمریکا، کشورهای اروپایی در تعیین سرنوشت افغانستان نقش مهمی بازی می‌کنند. حالا دیده شود این راهبرد تا چه حد می‌تواند برای تغییر وضعیت در افغانستان مؤثر واقع شود. همچنان برای بحث بیشتر در مورد این راهبرد اتحادیه اروپا، خبرنگار آزاد خانم لیلما صدید از بروکسل بلژیم با ما روی خط اسکایپ هستند. خانم صدید، میشه بگویند که همین راهبرد واقعا به اساس چی نیازهای ترتیب شده و آیا این نیازها واقعی است و اتحادیه اروپا میتونه این نیازها را در افغانستان عملی بکنه؟ تشکر. قسمی که در راپورم همکار شما یادآور شدنی، استراتژی جدید اتحادیه اروپا در قبال افغانستان بسیار جامع هست و در چارچوب برنامه های بین المللی تأسیس شده و مخصوصا به ویژه برنامه های اصلاحی که در کنفرانس بروکسل در سال 2006 روی از اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان به توافق رسیدن، روی از این چهار برنامه ایجاد شد و خواستن که امی تفاهمی که میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و افغانستان صورت گرفته بود ایره در قالب استراتژی طرح بکنن و بیشتر به قسم یک برنامه درازمدت در اختیار افغانستان داشته باشند و تاکید بکنن که حکومت افغانستان باید روی مسائلی که وعده کرده برای اتحادیه اروپا بیشتر عمل بکنن و در مقایسه با برنامه های گذشته اینا بیشتر پاسخگو و جوابگو برای اتحادیه اروپا و همچنان مردم افغانستان باشه. ما فکر میکنم که استراتژی بیشتر میتونه به سود مردم افغانستان باشه، مبنی بر این که حکومت افغانستان بیشتر و خوبتر بتونه از این استراتژی استفاده بکنه. خانم صدید، یک بحثی که خیلی مهم است، بحث امنیت، دموکراسی و صلح را به گونه گسترده در این راهبرد اروپایی‌ها مطرح کردند. واقعا چقدر فرصت‌ها هنوز در دست اتحادیه اروپا است که در این زمینه‌ها در افغانستان کار بکنند؟ مسئله امنیت یا صلح در افغانستان بیشتر مربوط کشورهای عضو ناتو میشه، هرچند اتحادیه اروپا با ناتو در این رابطه مشترکاً کار میکنند و در این راپور هم همچنان ذکر شده که ما با توافق به این که ناتو در افغانستان در قبال امنیتی تلاش میکنه، ما با توجه به او بیشتر در مسائل گفتگو یا مذاکرات صلح با حکومت افغانستان همکار هستیم و یا بیشتر توجه کردن به این که خب برای حل بحران افغانستان مسائل نظامی نیست و بیشتر ترجیح دادن که بتانن از مسائل صلح و گفتگوهای چندین جانبه به این مسئله پیروز شوند و این فکر میکنم که بیشتر روی ازیره داره که افغانستان تلاش میکنن تا بتانن خودکفا شوند و همچنان در بخشای اقتصادی روی از این مسئله بسیار تاکید کرده و یعنی متفاوتر از استراتژی نظامی یا جنگی در افغانستان میباشه. چیزی که بسیار مهم است اگر کوتاه اشاره کنین خانم صدید، نسبت به گذشته چه تفاوت در این راهبرد در تصامیم اتحادیه اروپا در مورد افغانستان دیده میشه؟ تصامیم خب فراموش نکنیم که این استراتژی یک قسمت بسیار عمده و اساسی از این برگرفته شده از خواسته های حکومت افغانستان که در کنفرانس بروکسل روی از این تاکید کرده بودند و بیشتر اینا امی هماهنگی را با حکومت افغانستان میخواهند که داشته باشند تا بتانند بیشتر برنامه ها را هماهنگ بسازند، ترتیب بتن و بتانند مسائلی که میان افغانستان و تقریبا به شکل بسیار پراگنده هست در یک چوکات منظم داشته باشند و بتانند بیشتر حکومت جوابگو باشند و همچنان در استراتژی تاکید بر انتخابات سال 2019 کرده. ما فکر میکنم که این خودش میتونه یک تغییر متفاوتر از دیگه استراتژی ها باشه و چندین بار تاکید کرده که یک استراتژی انتخابات افغانستان شفاف، آزاد، عادلانه باشه و از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته که بی‌طرفی خود حفظ بکنن و همچنان در رابطه با مسائل مهاجرین تاکید کردن. موضوع بسیار مهم و اساسی هست که یکم در زمانی که اعلامیه تفاهم‌نامه میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا در سال 2016 به امضا رسید جنجال برانگیز شد و ما فکر میکنم اگر حکومت افغانستان بیشتر در چوکات امی پالیسی یا استراتژی یا راهبرد کار بکنه بیشتر به سود افغانستان است و میتونه از این بسیار به شکل خوب و منظم نه تنها در بخش اقتصادی بلکه در بخش امنیت، اقتصاد و همچنان مسائل پشتیبانی هست حقوق زنان و حقوق بشر میتونه بیشتر مفاد داشته باشه.
ممنون. خانم لیلا صدید خبرنگار آزاد از بروکسل بلژیم با ما بودند. نشست چهارجانبه صلح افغانستان در عمان بی‌نتیجه پایان یافته است. برخی رسانه‌ها با نقل از منابعی که در این نشست حضور داشتند گزارش می‌دهند که حتی در پایان این نشست اعلامیه رسمی صادر نشده است. بر بنیاد گزارش‌ها اشتراک کنندگان این نشست تنها به این موضوع که طالبان می‌توانند وارد گفتگو شوند بحث کردند و در مورد آن هیچ راهکار تازه‌ای هم نداشتند. وزارت امور خارجه میگوید در این نشست بر ضرورت عملی شدن تعهدات نشست‌های گذشته تاکید شده و در صورت نشست‌های بعدی برگزار خواهد شد که پاکستان به تعهداتش عمل کند. سجاد محمدی گزارش می‌دهد. آیا ادامه نشست‌های چهارجانبه صلح سرانجامش به ترکستان است؟ آنگونه که بسیارها و حتی برخی مقام‌های دولتی نسبت به نتیجه بخش بودن نشست‌های چهارجانبه و عملی شدن تعهدات پاکستان تردید داشتند، اما با این وجود کابل به برگزاری ششمین دور این نشست در عمان موافقت کرد. حالا برخی رسانه‌ها به نقل از اشتراک کنندگان این نشست که پشت درهای بسته برگزار شده گفتند که این نشست به نتیجه بوده است. چنان که برخلاف دوره های پیش، حتی در پایان چهار کشور اعلامیه مشترک هم صادر نکردند. فقط وقت کمایی کردند، دولت افغانستان را بازی دادند و خود از حلقه محاصره ای که در دنیا زیر فشار بود، امریکا زیر فشار گرفته بود، از او خود خارج ساختن است. بس. در نشستیم، مسقط که ششمین نشست بود، عمان، انگلیس، چین تلاش میکردن تا فرصتی برای پاکستان ایجاد شه و از فشارهایی که بالایش به ایروزا وارد میشه بد شده. ولی متاسفانه با عدم مدیریت و نبود یک استراتژی درست این نشست هم نتایجی نداشت، دستاوردی نداشت و یک بار دیگر ما در عملکردها خود در مقابل پاکستانی ها یک اشتباه تاریخی را مرتکب شد. تنها چیزی که ظاهراً در این نشست همه به آن توافق داشتند موضوع کلی و کلیشه‌ای که باید با طالبان صلح شود. اما این که چی گونه و چی زمان، در این مورد هیچ توافق و بحث صورت نگرفته است. همزمان وزارت امور خارجه میگوید که افغانستان در این نشست بر ضرورت مبارزه جدی پاکستان بر ضد گروه‌های راسفگن در خاک این کشور که آنجا تمویل، حمایت و تجهیز میشوند تاکید کرده است. تصمیم اتخاذ شد صرف در صورت نشست‌های بعدی گروه هماهنگی چهارجانبه برگزار شود که کشورها عمدتاً پاکستان کار خانگی خود انجام بدهند. برای تطبیق تعهداتی که در گذشته سپرده شده و پیشرفت در این راستا داشته باشند. در صورتی که کار خانگی انجام بیافه و در این راستا پیشرفت ثابت ساخته شوه، تصمیم اتخاذ خواهد شد که گروه هماهنگی چهارجانبه نشست های بعدی خود آیا برگزار کنه یا خیر. حالا باورها بر این هستند که پاکستان با اثرگیری نشست های چهارجانبه صلح می خواهد فشارهای جامعه جهانی به ویژه امریکا را از شانه هایش دور کند و نشان دهد که اسلام آباد خواهان صلح در افغانستان است. اما در اصل برای طالبان فرصت کمایی می کند. کسب عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دستاورد بزرگ برای افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر عضویت افغانستان در این شورا را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشور بسیار مهم می‌داند. افغانستان از این پس نقض حقوق بشر توسط گروه‌های عراس‌افغان و مظلومیت مردم افغانستان را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد. بشیر احمد قاسانی گزارش می‌دهد. افغانستان روز گذشته در تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد موفق به دریافت کرسی عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد. دست کم 130 کشور جهان برای عضویت افغانستان در این شورا رأی موافق دادند. نیپال، قطر و پاکستان نیز موفق شدند که عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورند. 15 کشوری که تازه عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آوردند عبارت است از کشورهای افغانستان، انگولیا، استرالیا، چیلی، کانگو، مکزیکو، نیپال، نایجیریا، پیرو، سنگال، سلواکی، اسپانیا و اوکراین. من از عضویت این کشورها در این شورا استقبال میکنم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد را به سود افغانستان میداند و این عضویت را در کار جلوگیری از نقض حقوق بشر حیاتی میگوید. یک گام بسیار خوب است برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور. دوم، جایگاه افغانستان در سطح بین المللی بهبود میبخشه، به خاطر از اینکه ما نشان میدیم به عنوان یک جامعه در حال جنگ، یک کشور در حال جنگ، با مسئولیت ها و مکلفیت های خود در رابطه با رعایت و حفاظت حقوق بشر میپردازیم. وزارت خارجه نیز کسب کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را یک دستاورد بزرگ برای افغانستان میداند. از مزایای عضویت جمهوری اسلامی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد باید گفت که پیروزی در این انتخابات و اعتبار بین المللی افغانستان خواهد افزود. حضور ما در این شورای مهم تصمیم گیری های جهانی دستاوردهای حقوق بشر را در کشور تحکیم بخشیده و به سوی پایداری خواهد برد. بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور ما بیشتر از گذشته در محراق توجه جهان قرار خواهد داشت. افغانستان در حال کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست می آورد که در 4 دهه گذشته هم ورای حقوق بشر در این کشور نقض شده است. دیده شود که اکنون عضویت افغانستان در این شورا تا چه اندازه از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری خواهد کرد. در ادامه خبرها، گردآوری محصول خدمات مخابراتی خارج از سیستم. یافته های یک گزارش تازه نشان می دهد ماهانه میلیون ها افغانی پول شهروندان کشور به هدر می رود. 10% محصول مخابراتی به شکل شفاف جمع‌آوری نمی شود و در این پروسه هیچ نوع شفافیت وجود ندارد. جنگ و فقر زمینه ساز بیجا شدن شهروندان در کشور. نزدیک به 260 هزار تن از آغاز سال تا اکنون بیجا شدند. یک پژوهش اداره هماهنگی افغانها در برابر فساد نشان می‌دهد که به دلیل نبود سیستم در گردآوری محصول خدمات مخابراتی ماهانه میلیون‌ها افغانی پول شهروندان کشور به هدر می‌رود و حکومت در وضع خدمات مخابراتی از عجله کار گرفته است. مسئولان در این نهاد می‌گویند که در این پژوهش 52% شهروندان کشور، کارمندان دولتی و متشبثان کوچک گردآوری محصول خدمات مخابراتی را غیر شفاف گفتند. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی فناوری معلوماتی هنوز هم تلاش دارد سیستم وقت سنج بخرد. تمیم شهیر گزارش میدهد. نهاد افکک پژوهش را با کمک اداره توسعه امریکا درباره مسئول خدمات مخابراتی آماده کرده که بر بنیاد آن هر شرکت مخابراتی به میل خود برای گردآوری این خدمات سیستم جداگانه نصب کردند و آنچه گزارش می‌دهند مورد تایید مسئولان دولتی قرار می‌گیرد. یافته‌ها این پژوهش نشان می‌دهد که اعتماد به گزارش شرکت‌ها درباره مسئول خدمات مخابراتی زمینه فساد را افزایش داده و ماهانه میلیون‌ها افغانی از این راه گذر حیف میل می‌شود و کارمندان کمیته نظارت و کمیته تکنیکی که از سوی مسئولان دولتی گماشته شده ظرفیت پایین دارند. 52% شکل افسد به شکل اوسط 52% از تمام کتگوری افراد که ما برای از اونا مصاحبه های داشتیم و پرسشنامه ها را خانه پوری کردن و به این عقیده هستند که 10% محصول مخابراتی به شکل شفاف جمع‌آوری نمیشه و در این پروسه هیچ نوع شفافیت وجود نداره و 22% مردم در این مورد هیچ یقینی نبودن، نتانستن که جواب مثبت و یا هم جواب منفی را. در پژوهش مسئول خدمات مخابراتی دیدگاه 80 نفر از کارمندان دولت، مردم عادی و بازرگانان کوچک و بزرگ گنجانیده شده و نیز با 17 مسئول وزارت مالیه، مخابرات و اداری اترام مصاحبه شده است که در نتیجه گردآوری 10% مسئول خدمات مخابرات غیر شفاف ارزیابی شده است. لسلنا مخابراتی کوم مسئول چې دا دغه پروسه کې مشکلات ولو او خلکو ته پورا معلومات نه چې دغه پروسه دا لس بیسه دا مالی خو وزه شوی ولا خوب پدې کې مشکلات ول چون یو شفاف پروسه نه ولا نو افکک دا لازم وګڼل چې سو یو پټولو مېرمانی پورا یو تحقیق تر سره کې.
اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که تلاش‌ها برای خریداری سیستم وقسن جریان دارد. مونږ مسئولیت چې باید د سیستم چغیتا ریل ټایم منیجمنت سیستم وای چې دغه پیسې مخابرات تجمع کیږي د کمپنیانو ته دا باید معلومی کو د دې وزیر او د دولت مسئولیت او وظیفه ده او زو په خپل په دې باندې پویګم او کار کوم ور باندې. پیش از این گردآوری مسئول خدمات مخابراتی از سوی مجلس نمایندگان رد شده، اما این تصمیم مجلس تا حال عملی نشده است. تا حال بیش از 8 میلیارد افغانی از رهگذر مسئول خدمات مخابراتی گردآوری شده است. از آغاز سال میلادی تا اکنون نزدیک به 260 هزار تن از مناطقشان بیجا شدند. برنامه غذایی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از این وضعیت میگوید که جنگ و گسترش خشونت‌ها سبب بیجا شدن شهروندان کشور از روستاهایشان شده است. رئیس نهاد میگوید افزایش فقر پیوند مستقیم با میزان بلند بیجا شده ها دارد. عماد رستایی گزارش میدهد. گرامی داشت از روز جهانی غذا. از این روز در نشست با شعار تغییر آینده مهاجرت، سرمایه گذاری روی مسئولیت غذایی و انکشاف روستاها از سوی وزارت زراعت و مالداری برگزار شده است. برنامه غذایی سازمان ملل متحد افزایش درگیری ها در افغانستان را کلانترین چالش در این کشور می داند و می گوید در 10 ماه پسین هزاران تن به دلیل نبردها مناطقشان را ترک کردند. از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 258 هزار تن در افغانستان به دلیل خشونت‌ها از محل بودباششان بیجا شدند و نیز یک بر سوم نفوذ این کشور در مناطق تحت منازعه زندگی می‌کنند. این مردم از نبود یک زندگی نرمال رنج می‌برند و نمی‌توانند همان ضرورت‌های اولیه زندگیشان را فراهم کنند. ادامه جنگ و ناامنی افزون بر بیجا شدن هزاران تن از شهروندان کشور چالش های دیگر را نیز به بار آورده است. بررسی ها نشان می دهد که هم اکنون در افغانستان بیش از 9 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. همچنان بررسی های سال 2013 نشان می دهد که بیش از 14% کودکان در افغانستان زیر سن 5 سال به مشکلات سوی تغذیه دست به گریبانند. همکنون سازمان غذایی سازمان ملل متحد کمک های بشر دوستانه زیادی را برای بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان توزیع نموده است. سازمان غذایی و زراعتی جهان در افغانستان در همکاری نزدیک حکومت افغانستان در راستای انکشاف زراعتی و تامین امنیت مواد غذایی کار می کند. برای رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان باید زمینه ای را برای رشد انکشافی و زراعتی در افغانستان فراهم ساخت. اما وزارت زراعت و مالداری میگوید که حکومت در همکاری با جامعه جهانی میکوشد از فقر و گرسنگی شهروندان کشور را تا حد نجات دهد. ایجاد سکرتریت اجندای ملی مسئولیت غذایی یعنی افسین که دیروز در کابل صورت گرفت میتواند نقش مهم و مؤثری در بهبود وضعیت مسئولیت غذایی در کشور داشته باشد. این برنامه ای که از تلاش های تازه حکومت وحدت ملی است که به اشتراک وزارتخانه ها و ادارات دولت، ادارات مرتبط با سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده عمل می کند. نگرانی ها از فقر و تنگدستی به دلیل خشونت ها در کشور در حال مطرح می شود که همکنون شعله جنگ در بیشتر ولایت های کشور زبانه می کشد. خشونت هایی که افزون بر بیجا شدن شهروندان کشور، آمار تلفات افراد ملکی نیز در این درگیری ها رو به افزایش بوده است. در ادامه، تصرف دومین شهر بزرگ کردنشین از سوی ارتش عراق. پیشمرگه های کرد بدون مقاومت از سنجار عقب نشینی کردند. ارتش عراق پس از کرکوک سنجار دومین شهر بزرگ کردنشین را تصرف کرد. به گفته مقام های عراقی پیشمرگه های کرد بدون مقاومت از شهر سنجار عقب نشینی کردند. همزمان وزارت خارجه امریکا در بیانیه از دولت عراق و اقلیم خودگردان کردستان خواسته از هر اقدامی که به تشدید تنش ها میان دو طرف منجر شود خودداری کنند.
سنجار در 2014 به تصرف داعش درآمد، اما پیشمرگه های کرد این شهر را در سال 2015 از داعش پس گرفتند. ورود نیروهای دولتی عراق به سنجار یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که ارتش عراق دیروز شهر مورد مناقشه کرکوک را از کنترل کردها خارج کردند. کرکوک بخشی از اقلیم کردستان نیست، اما پس از آن که نیروهای پیشمرگه کرد داعش را در این شهر شکست دادند، کنترل این شهر را به دست گرفتند. این شهر در همه پروسی استقلال کردستان از عراق هم شرکت کرد و به جدایی رای داد. همزمان آمریکا خواستار آرامش و خیشتنداری نیروهای دولت مرکزی و کردهای عراق در کرکوک شده است. ایالات متحده آمریکا گزارش‌های حاکی از بروز خشونت در اطراف کرکوک را با نگرانی و از نزدیک دنبال می‌کند و از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد اقدام‌های نظامی خود را هماهنگ کرده و آرامش را به این منطقه بازگردانند. آمریکا میگوید که از اداره مشترک و مسالمت آمیز امور تمامی مناطق مورد اختلاف توسط دولت‌های مرکزی و محلی در برابری با قانون اساسی عراق حمایت می‌کند. از اقدام‌های تحریک‌آمیز خودداری ورزند تا دشمنان عراق که در پی شعله‌ور کردن تعارض قومی و فرقه‌ای‌اند نتوانند از این فرصت به نفع خود بهره برداری کنند. تا شکست کامل داعش در عراق باید تلاش‌های بیشتر صورت گیرد و تداوم تنش میان نیروهای عراقی و کرد باعث انحراف از این ماموریت حیاتی خواهد شد. از سوی هم عربستان سعودی از دولت عراق در جنگ با کردها حمایت کرده است. ریاض گفته که اقدام‌های دولت مرکزی ظلم به مردم کردستان نیست، بلکه برای مجبور کردن سران کرد برای بازگشت به مذاکره است. عملیات دولت مرکزی در کرکوک 3 هفته پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان صورت گرفته است. دولت عراق با این همه‌پرسی مخالفت کرده و با تاکید بر ماهیت فدرال نظام سیاسی عراق خواستار مذاکره با دولت اقلیم کردستان در این زمینه بوده است. خبرها همین قدر بود، اما در حاشیه خبر امشب، نشست دیگر سال باز هم در عمان برگزار شد، اما ظاهرا باز هم بی نتیجه پایان یافته است. نشست های گذشته هیچ نتیجه نداشته است، به دلیل اینکه پاکستان به تعهداتش عمل نکرده است و در این نشست هم ظاهرا پاکستان با دستاورد حاضر نشده بود. آیا پس از فشارهای آمریکا با راهبردش بر جنوب آسیا این بار پاکستان صادقانه عمل خواهد کرد؟ اما در این نشست که دیده می شود نه. آیا این نشست بازی پاکستان برای فرصت کمایی کردن به طالبان است؟ در این صورت راه های رسیدن به صلح افغانستان چیست و بسیار هم شاید پیچیده باشی آجنده و راهکار می شود به نتیجه رسید؟ روی این موارد با مهمانانم در حاشیه خبر امشب بیشتر بحث خواهیم کرد. با ما باشید.